سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبر: حمله بر یک عبادتگاه سیک ها در کابل. در این رویداد 25 تن از شهروندان سیک کشور جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. دومین گفتگوی ویدیویی میان گروه تماس حکومت و طالبان. سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید که در این گفتگو فیصله شده است که تا 6 روز دیگر روند آزادسازی زندانیان دو طرف آغاز شود. ودش کسیزه ترسولیخ کسیزه محیط پرید طالبان را روانده کابل. و در نخست توجه کنید به یک خبر تازه. هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی شد. بر بنیاد اطلاعات رسیده به طلوع نیوز، این هیئت 20 عضو دارد و رهبری آن را معصوم استانگزی، رئیس پیشین امنیت ملی به دوش دارد تا مذاکرات را با طالبان به پیش ببرد. معصوم استانگزی، نادر نادری، متین بیگ، باتور دوستم، خالد نور، غیرت بهیر، حفیظ منصور، زرار احمد مقبل، محمد ناطقی، رسول طالب، حبیبه سرابی، کلیم الله نقیبی، جنرال ایوب انصاری، مولوی عنایت الله بلیغ، هادی ارغندیبال، دکتر امین احمدی، زکیه وردک، شهلا فرید، شریفه زرمتی و زینب معهد 20 تن از اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان هستند. انتظار می رود این هیئت پس از رهایی زندانیان طالب گفتگوها را با طالبان به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان رسما آغاز کند. در یک حمله مرگبار بر عبادتگاه شهروندان سیک کشور در شهر کابل 25 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت امور داخله از نجات 80 تن از شهروندان سیک از محل رویداد از سوی نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. این حمله پس از 6 ساعت پایان یافت. شهروندان سیک و هندوی کشور حکومت را در تامین امنیتشان به بی‌پروایی متهم می‌سازند و میگویند که فاجعه خونبار امروز نتیجه ناکامی حکومت است. شریف امیری گزارش میدهد. یک روز خونین در شهر کابل سر میشود. هجمه به داخل عبادتگاه سیک ها در منطقه شوربازار شهر کابل میشود. درست هنگام کانان در مراسم دعاخانی بوده. در کنار این که در این عملیات پاکسازی نیروهای ویژه امنیتی افغان هم حضور دارند، دیده می شود که کاروانهای از نیروهای خارجی هم به محل رویداد آمدند. هر گونه تحرک از زمین به هوا زیر نظارت گرفته می شود. غیر نظامیان که از محل بیرون کشیده می شوند. حمله بر افراد ملکی، بر عبادتگاه ها یک جنایت جنگی است. اینان از شهر جلال آباد به اینجا آمدند. از بهر جلوگیری از حمله های بعدی، همه بخش های اطراف محل رویداد این گونه بررسی می شوند. همی گرانبز که شد در امسال می گفتند که انتحاری در آمده. دیگر اون انتحاری که در آمده دیگر راه ما بند شدک. اما پس از 6 ساعت عملیات نیروهای دولتی به پایان می رسد. در حالی که حکومت شمار مهاجمان را 1 تن گفته است، اما منابع امنیتی در محل شمار مهاجمان را بیشتر از آن می داند. یکی از محافظا را در اینجا آماج قرار می تن و شمار از اینا در داخل این عبادتگاه میشن که شهروندان سیک و هندو باور کشور در حال دعاخانی بودن و یکی از این مهاجمان میاد در اینجا، جایی است که اینا بود و باش دارن، در اینجا هم میاین که هدفهایشان را آماج قرار بدن. در اینجا همه چیز به هم خورده است. در این حمله 25 تن از هموطنان ما جان باختند، 8 تن زخم برداشتند. حیران ماندیم که مال چی کنیم.
این جسد ها را ما چه رقم ببارد؟ این درمسال چهار طبقه داره. وقتی که مهاجمان میاین در طبقه دوم هدف های را در اینجا و همچنان هدف های را در این بخش از این درمسال آماس قرار میتن. در اینجا کودکان هم در هنگام حمله حضور داشتند، اما به آنان آسیب نرسیده. ما لطفاً از اشرف غنی محترم میرسید میخوام که دکتر عبدالله عبدالله اگه شما دبن جور می نمیان ما رو بکشین برون خدا حافظ خدا سرتون رو بخورین. در حالی که داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است و طالبان دست داشتن را در این حمله رد کردند، اما منابع در حکومت گروه حقانی را به دست داشتن به این حمله متهم میسازند. بسیاری از زخمیان حمله امروز کابل به شفاخانه های امرجنسی و وزیر محمد اکبر خان برای درمان برده شدند. شماری از خانواده های قربانیان حمله این رویداد را جنایت روشن در برابر بشریت می دانند. از این میان مردی که 7 تن از اعضای خانواده اش را در این حمله از دست داده است اما خودش نجات یافته است می گوید که مهاجم انتحاری در برابر چشمانش بر زن و مرد پیر و کودک شلیک کرد و بر هیچ کس رحم نکرد. این حمله مرگبار بر شهروندان سیک قهر و خشم مردمان کشور را برانگیخته است. فریبا سادات گزارش می‌دهد. پس از حمله مرگبار بر درمسال شهروندان سیک در پایتخت، کسان زیاد اینجا در کنار شفاخانه امرجنسی اشک می‌ریزند و به یاد عزیزان از دست رفته‌شان بر سر صورتشان می‌زنند و حتی گریبانشان را می‌درند. این مرد که گواه کشته شدن مادرش از سوی مهاجم انتحاری بوده است میپرسد که به چی گناه بر اقلیت سکه کشور این گونه ظلم می شود. بیاید ما را ایدالار کنند اینجا، هر مسلمان را که آزار دادیم اینجا بیاید ما را ایدالار کنند چیزا بیاید ما را مسلمان گناه ما چیست؟ گناه ما چیست؟ شما بگوید که گناه شما هست. اگه ما چیز مسلمان را گفتیم این من جاستیم دیر کلتان ما را بگیری بزنید هم اینجا. هروندر سنگ که از میان 7 عضو خانوادش تنها خودش زنده مانده است میگوید که مهاجم انتحاری تک تک از نزدیکانش را در برابر چشمان او به گلوله بست. مادر ما را قدیم مرمی تکت اگه گد خانوم ما قدیم اشتوکه که خورده ما پیشوری ما استاد بود و رزد قدیم مرمی تکت اگه ایش گد کلا گیره کشتن یکی هم باقی نموند برای ما کلا سادم یازه ما منجا بود بسیار ساداره بود مگه در اتاقا دارم آدم کلا سادم. این زن که زخمی است و در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بستر است میگوید که از هیچ یک از اعضای خانواده‌اش که امروز به درمسال یا عبادتگاهشان رفته بودند خبری نیست. رفت جوانای ما شهید شد، تلفگاه ما، اشتوکای ما، زنای ما، خانه ما چی کنم؟ چی با درد میخوره؟ امروز کلش رفته، چی مانده در زندگی ما؟ چی خبر پدر من زنده مانده نمانده؟ رویداد خونین امروز با انتقاد تند مردم روبرو شده است. این نشان می‌دهد که مرز نمی‌شناسه، رحم نداره و به هیچ قانون و به هیچ دین به هیچ چیز یا پابند نیستند. نه افراد مسلمان ماندن، نه هندو ماندن، یعنی به این معنی که پیش از اونها بشر اصلا هیچ معنی نداره. این حمله با محکومیت‌های سخت در درون و بیرون از کشور روبرو شده است. از این میان سازمان ملل متحد با نکوهش این حمله می‌گوید که کشتن مردمان بی‌گناه هیچ گونه توجیه ندارد.